اعلام آمادگی آخوند روحانی برای قربانی شدن در راه مذاکره اعتراف یونسی به شکنجه و کشتار توسط وزارت اطلاعات تجمعهای های اعتراضی در تهران و عراق آخوند روحانی با حسرت و افسوس از اینکه تلاش برای مذاکره در نیویورک و مجمع عمومی به جایی نرسیده در زیر ضرب فشار حداکثری و تحریم‌های نفتی و بانکی بار دیگر خودش را به مذاکره با آمریکا دعوت کرد و حتی گفت حاضر است در این راه قربانی شود بعد از اعلام آمادگی روحانی برای قربانی شدن ظریف گفت من هم برای قربانی شدن به صحنه آمدم و کسانی که به من میگویند دروغگو فقط در آلبانی نیستند بلکه برخی از داخل هم این زحمت را میکشند سخنگوی مجاهدین در پاسخ به اعلام آمادگی روحانی و ظریف برای قربانی شدن در راه مذاکره با آمریکا برای قربانی شدن عجله نکنید خلق قهرمان به موقع اما بدون مذاکره حسابتان را خواهد رسید آخون یونسی وزیر اطلاعات رژیم در دولت آخون محمد خاتمی به نقش این وزارت منفور در عملیات شکنجه و کشتار اعتراف کرد. وی در مصاحبه با سایت حکومتی جماران گفت در ماجرای قتلهای زنجیری گفتم گرچه وزارت اطلاعات در حال حاضر یک نهاد امنیتی است اما اساس این وزارتخانه یک نهاد نظامی است و از دل نظامی ها در آمده است امده از سپاه آمده و بخشی هم از ارتش این نیروها به اینجا نیامده تا کار اطلاعاتی بکنند بلکه آمده اند تا کار عملیاتی بکنند آمده اند ضد انقلاب را بگیرند و بکشند روز سه شنبه جمعی از خانواده های آتش نشانان کشته شده در آتش سوزی پلاسکو در سال 95 در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته ها و مطالباتشان مقابل ساختمان شهرداری رژیم در تهران دست به تجمع زدند. در تهران همچنین رانندگان تاکسی فرودگاه بین المللی تهران مقابل دفتر قضایی آخوندی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار ابطال قرارداد یک طرفه بین شرکت آیندگان برتر ایرانیان تاکسی لوکس و خودشان شدند. در عراق نیز کارگران شرکت آزراب عراق برای هشتمین روز متوالی در اعتراض به بلا تکلیفی شغلی و معیشتی تجمع کردند. رابرت گابریلس نماینده هلند در جلسه کمیته اول مجمع عمومی نسبت به نقض برجام توسط رژیم ایران ابراز نگرانی کرد و گفت برنامه حسی این رژیم باید تحت کنترل های سختگیرانه بین المللی باقی بماند و افزود ما به همه طرف ها فراخوان می دهیم که قطعنامه 2231 را کاملا اجرا کنند از جمله عناصر مربوط به فعالیت های مربوط به موشک های بالستیک Iran's nuclear program must remain under strict international controls for which the JCPOA is the agreed instrument. We call upon all parties to fully implement UNSC Resolution 2231, including the elements on ballistic missile related activities. regime <resonates> Iran, که بدون تأخیر به پایبندی کامل به توافق برجام برگردد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل و به موقع انجام دهد. نماینده سوئد نیز در این مجمع گفت از هم پاشیدن توافق نامه با رژیم ایران آسیب جدی به نظام منع تکثیر هسته‌ای خواهد زد. در این زمینه نقض اخیر محدودیت های بر اساس برجام توسط رژیم ایران گام های جدی به عقب هستند. ما از رژیم ایران مصرانه می خواهیم که به طور کامل و به موقع با آژانس بین انرژی اتمی در مورد اجرای موافقت نامه پادمانی خود در NPT همکاری کند. Recent Iranian breaches of nuclear-related limits under the JCPOA are serious setbacks in this regard. Meanwhile, we deeply regret the withdrawal of the United States from the JCPOA and the reimposition of sanctions. we urge iran to cooperate fully and in a timely manner with the iaea in the implementation of its npt safeguards agreement